مرگ فکر نمی کنم. مرگه دیگه. ببین همونطور که تو مثلا فکر کن هر روز که نمیریم رستورانی که درش نهار خوردیم مثلا نگاه کنیم ببین من اینجا نهار خوردم. فکر کنم اگر بخوای اینو بسش بدی قبرستون هم اینجوریه، چون اگر هر روز اگر آدمی خیلی به قبرستون توجه و دقت نشون بده معنیش اینه که براش مرگ مهمه و به یه نوعی داره با مرگ حالا یا لاس میزنه هی میره قبرستون یا هی میره قبرستون که خودش خیال خودش راحت کنه که ببین من نمردم، من هنوز زنده‌ام، اینا مردن. حالا این گوجه رو میدونی چرا میریزم؟ این سس گوجه داره، رب گوجه هم داره. یه درسی بهت بدم، این گوجه اولا یک تراوت تازگی میده به سس، تو که میگی آشپزی خوبه، هم رنگ میده به، چون گوجه فرنگی زود سیاه میشه دیگه، سود رب گوجه. این گوجه فرنگی زنده و تازه اون قرمزی سس رو تضمین میکنه. خیلی خوشم میاد راجبه گوجه فرنگی هم مثل پرنده‌هاتون صحبت کنه. خیلی مهمه. اینجوری ببینیش من تا مدت ها اینه به صورت کله یک پرنده میدیدم. خب که اگه تو اینجا یه چشمی براش بگذاری میشه یه کله پرنده، در حالی که مهمترین چیزی برای من توی این مجسمه استفاده از این بدنه بود با این سنگه. خب خیلی به دوم و ایناش فکر نکرده بودم، اینو میگفتم خب اینو من چی بزنم سر این که این بشه، که بعد که سر اینو پیدا کردم و ساختم تا اندازه یه خود نوکه تیز کردم، این تیکه چوب که دو سه سال بود جلو چشمم بود اصلا انگار خودش گفت من باید بشم دوم این پرنده. من در کودکی نمودار و مستاق بارز یه بچه سر به زیر آرام بدون کوچکترین شیطنت بودم. من تقریبا میتونم بگم به عمرم از درخت بالا نرفتم، هیچ سگ و گربه ای رو آزار ندیدم، تقریبا با هیچ بچه‌ای دعوا نکردم. خب هیچ کدوم از این شیطنتایی که همه بچه‌ها دیگه میکنن خیلیشون نکردم، یا اگر کردم دنبال کسی دیگه، دنبال بچه‌ها دیگه بوده، در ذات خودم نبوده. که من اغلب فکر میکردم این تا این اواخر که چرا اینطوری بوده، فکر میکنم دلیلش این باشه که من یک کودکی بسیار بسیار خوش و آرامی رو گذروندم، احتیاجی به جوش و جلا نداشتم. نصف جوش و جلای بچهای شیطون اینه که یا یه چیزی کم دارن، محبت کم دارن، یا خیلی خیلی پویندن، دنبال یه چیزایی میدون، یا اینکه میخوان یه چیزایی کشف کنن. میدونی من مثل یه خیلی زود به یک حالت خیلی ساده و آرام نیروانایی رسیده بودم. آشپزی به نظر من یکی از بهترین کارهای دنیاست. ببین آشپزی هم یه چیز خلاقانه است، تو از یه سری چیزهای ساده ای که خیلیشون هم بسیار بی اهمیتن یه چیزی تولید میکنی، واقعا بحث شکم بودن نیست، یه چیزی تولید میکنی که به اس و اساس بدن برمیگرده، یعنی به زندگی و بخصوص اگر با کسایی دوستشون داشته باشی، بخصوص اگر با یه کسایی بخوری، خود اون به صلاح نشستن و با هم غذا خوردن به نظر من یک آیین اجتماعی، حالا ممکن دو نفرم باشین ولی یه آیین اجتماعی به نظر من خیلی مهمیه. من اصولا با اصلا این لغت رو به کار میبرم، با چپوندن ایده توی کاری که میکنی مخالفم، بنابراین هیچ دنبال نمیدونم نه پیامی نه به صلاح معنا و مفهوم مشخص خواسته شده ای سیاسی بخوره اصلا دنبالی نیستم.
یعنی اصلا قبولم ندارم، انصافا قبول ندارم. یعنی کار پیامدار به اون معنایی که الان مرسومه، اصلا من اونو کار نمیدونم، اون پیام میدونم. به همین دلیل مطلقا کار سیاسی رو قبول ندارم، اثر سیاسی منظورم، اثر هنری سیاسی رو مطلقا قبول ندارم، کما اینکه هیچ کدومش هم نمیمونم. از نظر فلسفی آدم بدبین کاملم، به همین دلیلم خوشبین به نظر میرسم. یعنی به نظر میرسی که اصلا دنیا به جوش و جلاش نمیارزه. من اصولا از قبرستان خیلی خوشم نمیاد، نه به خاطر چیزای خرافی یا مثلا فکر کن ترس از مرگ یا نه، احساسم اینه که قبرستان یه جای مالی آدماییه که خودشون مهمن، ما نسبت به اونا خیلی مهم نیستیم. یعنی اینکه چون من یه چیز خیلی عجیبی هم معتقدم آدم هر چقدر آدمایی رو بیشتر دوست داشته باشه، کمتر یا اصلا نباید بره سر قبرشون. میدونی چون قبر به یه نوعی تجسم یه آدمیه که تموم شده. نه نه این رنگا ببین اینجا چیز دیگه، همه تو من توی خونه اصولا عادتمه تو خونه همه کار میکنم و همه جای خونم کار میکنم. اینه که این رنگا یه مقدارشون مال اونه. چی هستن؟ نه روش نوشته اینا چی؟ گواشه. گواشه آره. اینم بریم بر از فرانسه آوردیم. نه آره، ما یادگار زمانی که اینجا زیاد رنگ نبود یا من نمی‌دونستم کجا پیدا کنم. الان هم خوشبختانه همه اینو هست توی ایران عزیز خودم. خیلی هم اتوان گاهی بهتره، ارزون‌تر هم هست از فرانسه. ترجمه خود کتاب ترجمهش 11 سال طول کشید، یعنی ترجمه خام تا برسه به دست ناشر. ولی واقعیت اینه که از اون به بعد هم همیشه روش کار کردیم، همیشه رو هم دائم هم در تصحیحش، هم یه دور در یه ویرایش بعدیش، هم به در تزیینش، نمیدونم در غلط گیریش دائما یعنی کتابیه که دائما هم برای من اون ناشر زنده است، هم برای خواننده خوشبختانه، کما اینکه الان چاپ هشتمش داره. اگر منظور از فلسفه تعمق و تأمل در باری مقداری اندیشه، مقداری ایده به معنی فلسفیش باشه، خب آره میشه گفت که پروست تقریبا به نوعی به دو پیروی برگسون یک نوع
فلسفه مطرح میکنه، فلسفه خاطره، فلسفه به اصطلاح خاطره ناخودآگاه، بخصوص خاطره غیر، ببخشید نه ناخودآگاه، حذف شود خاطره غیر ارادی، حافظه غیر ارادی و خاطره. اگر اینجوری ببینه قضیه رو که بعد وقتی اینو با این همه بست در زمان در مکان مطرح میکنه، برای اینم نوعی فلسفه است. چرا که پروست خیلی در تقریبا درباره مذهب اصلا حرف نمیزنه، معروفه که جمله معروفیه که در جستجوی زمان از دست رفته هیچ وقت حرف خدا نیست، یعنی خدا درش قایب به این مفهوم حرفش نیست. و جالبه که پروست مادرش یهودی بوده، پدرش مسیحی بوده. معمولا هم خب آره دیگه، الان اینجا در یه قبرستانیه که رو قبرش صلیبه، ولی خب کسایی هم دوست دارن بگن، مثلا یهودی هایی دوست دارن بگن یهودی بوده به این دلیل که، ولی خب خوب برای خودش احتمالاً هیچ مهم نبوده کجا دفن میشه. پروت چیلی که درباره عشق میگه، درباره مکانیزم حسادت میگه، درباره به نظر من میتونه اگه بود فلسفی بخونی بگه آره این داره فیلسوف روابط انسانیه. میگم بس یه بیداری تو اصلا فلسفه رو چی تعبیر کن. الان فکر میکنم اینجا یه کاتلیا هست، یه گل کاتلیا یه نفر آورده باشه اینجا، سمبول عشق و عشق بازیه و برای خودشون یک به اصطلاح یک نشونه گذاشتن، هر دو که میخوان به اصطلاح حواس اینو دارن که با هم عشق بازی کنن، میگن بریم کاتلیا بازی، چون برمیگره به اولین باری که سوان یه گل کاتلیا رو که یه نوعی ارکیده است از یه سینه عدد برمیداره و میبوسه. حالا داستانش طولانیه، خلاصه اینکه این گل کاتلیا تقریبا میشه که سمبول عشق جنسیه، سمبول عشق ورزی به معنی جسمی و فیزیکیشه. و جالب که اینجا یک گل کاتلیا هست، یعنی احتمالا کسی با این نگرش عاشقانه جسمانی اومده سر قبر پروست. کنده‌های درختی که من چیز دروازه شمرون خواهش می‌کردم برام می‌بریدن، مثل حلقه کالباس می‌بریدن. بعضی‌هاشون بخصوص من بیشتر دلیل این که ازشون استفاده می‌کردم چون چوب عادی هم میشه برید، خیلی از اینا توی اینا اتفاق خیلی مطرحه، اتفاق خیلی از اینا مطرحه. مثلا این لبخند این آقای به این خاطری که خود کنده چوب از اینور اینجوری بریده شده، یا اون جوونه و اگه خوب نگاه کنید دو تا خود چوبه که ترک خورده، من این ترک رو یه خود وای کردم دهنه چید شده. اینا بیشتر میشه گفت یک نوع پورتره هایی هن، یه نوع مثلا نیمتنه تندیس میگن، مثلا نیمتنه هایی هن که خیلی ادعای خیلی خاصی از نظر مثلا ذهنی و فکری ندارن، پشتشون تقریبا خیلی چیده مهمی نمیخواستم خوابیده باشه. اونای اون آهاجیه رو که جنرال باشه، اون مثلا بدنش چیزه درجه هاش هست، اون آره اون دوست داشتم یه حالت آدمک داشته باشه، یعنی این به اصطلاح برقراری ارتباط جبروت جنرالی با آدمک و اینا، ولی بقیهشون نه، یعنی بیشتر میتونم بگن نوعی عروسکای گنده هن. پسر بزرگم الان دیگه 31 سالشه، پسر کوچیکم 21 سالشه. یه 10 سال فاصله اولیه و دومی. دو تا پسر داری؟ سه تا پسر دارم. یه 31 ساله دارم، یه 29 ساله دارم، یه 21 ساله. آره. دیگه فاصله اولیه و دومی من. آره.
متاسفانه دختر ندارم، خیلی دوست داشتم دختر داشته باشم. حتی به شما میاد که دختر داشته باشین ولی خب ندارید. چطور مگه چه جوریه؟ دختر جوریه آدمای به شما بهشون میاد دو سه تا دختر داشته باشن. که ما بریم بگیم. والا خیلی من دختر دخترم خیلی دوست دارم واقعا. داشته باشی که ما بیایم پاسداری. بله شنیدم. حتی من مطمئن نیستم به تو دختر میدادم. هیچ مطمئن نیستم که دختر به تو میدادم. نه شوخی میکنم. اتن تو از اون آدمایی هستی که میخواستی دختر رو بگیری، شاید علارغم میل خودم میدادم. وقت مثلا با این بچه یکی هم مشکلاتش این بود که درست در زمانی که مادر گیر و دار انقلاب اصلا فکرمون دنبال بچه پروردن و ماچ کردن بچه نبود، این طفلک اون موقع اومده بود. درسته که بچه اولیه کاوه و پسر اولیه من درست در همون دوران خوش آخر زمانش ها آره همه چی تامین، موز مجانی، نمیدونم عرق اوورت می‌بینی اینا همه درسته که بچه نه خودمون می‌خوردیم، خودمون می‌خوردیم، حالمون خوب می‌شد. سهراب نه، سهراب درسته گرم اصلا زاییده شدنش در حکومت نظامی با تاکسی برو بیمارستان، تاکسی که سرباز مسلم اومد. خانواده ما 7-8 تا خونه بودن، همه نزدیک به هم، تقریبا اغلب مدت با هم زندگی میکردن. دوستا خونه که اصلا به هم راه داشتن، خونه های دایی پدرم، خاله پدرم، اینا اصلا که یعنی تقریبا میشه گفت یه زندگی تقریبا مشترک دائمی داشتیم. من میشه گفت در دامن 7-8 تا زن بزرگ شدم و شاید بیشتر از 10 پستان شیر خوردم. یعنی من 12 تا مادر رضایی دارم به اصطلاح چیز و تا 4 سالگی هم شیر خوردم. من مثلا از 7-8 سالگی من شروع کردم با مقوا برای خودم مجسمه میساختم، علامت های مال عزاداری میساختم. مثلا یه نشونه برات بگم، یه تختایی بود قدیم، تختای چوبی شبای تابستون روشون خوابیدیم. آره من از بچگی دوست داشتم رانندگی کنم چون پدرم راننده بود، عاشق رانندگی بودم. این تختا رو اتوبوس می‌کردم، بچه‌ها رو می‌شوندم توشون. می‌خوام این نکته رو بگم، جالب بود که با گل لاله عباسی روی این صورت روی این چیز تخت علامت داشبورد و اینا همه مال کامیون می‌کشیدم چون بابام کامیون داشت و رانندگی میکردم. ولی اولین کاری که میکردم در چیز در ساختن این تخت و در نشوندن بچه ها برای اینکه مثلا تو اتوبوس من بشینن، اولین مهمترین کار برام بود که اون داشبورد اینا رو نقاشی کنم. درسته که خودم دیده بودم که بچه های دیگه که این کار میکردن، اول مثلا یکیشون دوستاش فورا پول میگرفت، کرایه میگرفت از ضمن حفظ همه اهمیت حاجه ها جناب پروس و کتابش، خودم دوستا کتاب دیگر رو خیلی بیشتر میرسم. شاید کتابی که بیشتر از همه روی من یعنی خوشم اومده ازش، تأثیرش نمیتونم بگم چون هر کتابی تأثیر خودش میذاره، ولی کتابی که بیشتر از همه خوشم اومده ازش کتاب مرگ قسطی سلینه. Ils sont légers, ils sont pas du côté d'arrière. Ils sont de plus en plus calibrants. De plus en plus. Céline, il y a déjà une croissière. Je me suis dit que Italo Calvino, moi, جالب تر یا مثلا سیمون دو بوار یا حتی اگر میگفتید ایتالو کالوینو یا پروس میشه یه جوری اینا رو با هم یه جایی توی همون. سلین اصلا یک موجود خارق‌العاده ایه و کار روی سلین اصلا یک کار خارق‌العاده ایه کنار همه کارهای دیگه هست. استفاده شما از سفید به نظر که بهترین استفاده‌ای از سفید که کنید. من سفید دوست دارم، خیلی سفید. بعد وقت الان بعدم مادر من میگفت که درباره زنهای سفید میگفت سفید ستارالعیوبه. اینا قزوینی‌ها معتقدن که زن هر چقدر
بیریخ باشه اگر سرخ و سفید باشه خوبه. و اینه که این سفید اینجا خوبیش خوبیه سفید اینم هست که هر جام گوکاری کرده باشی با سفید میپوشونیش. برای ما داره اسرارمونو برقرار. الو جان سلام چاکریم دکتر جان حالت خوبه قربانم چطوری مخلصیم چاکریم جان نه همین من همون چیز میکنم من صبح جمعه میام غلام حسین جونم سرم آره چون هفته آخرمه خیلی سرم شلوغه تو الان میری یه خاطری با وزیر داره از این سفرزاده این اواخر به من تلفن کرد 5 سال پیش خودش هم نمی یادش میاد 20 سالی هم بود اصلا خبر نداشت یا دورا بود یه دفعه تلفن کرد گفت مهدی مادر گفتم که من سفر تویی گفت از کجا شناختی گفتم فقط یه نفر آدم است که از اونور آل دنیا با آدم تلفن کنه بعد 20 سال با فوش خواهر مادرش میکنه گوه از کجا شناختی؟ گوه نو باز همی شناختی یاد های سفر ولی خب این میدونی نشون حالا اینا یه مقدار شوخی شما اونجایی که لازم باشه کلماتو حذف میکنید ولی نشوندنده یک نوع پاکی یک نوع که نه نشوندنده پاکی خالص امیدینی زبان زبانی که رو درواسی یه مقدارش ممکنه بگی عادت شده چرا آقا فلانی بعد دهن شده میدونیم یا آقا مثلا 10% عادت خواهش میکنم معمولا بچه های آدم با آدم اینو میگن برادر و خواهر که آقا شما یه خود کمتر مثلا چیز کن 10% شاد عادت باشه ولی واقعا 90% صداقته یعنی اینکه یه چون بقیه کسایی که فوش نمیدن بعد دهنی میکنن دلشون میخواد یا باید بکنن یا جرأتش ندارن یا ملاحظهش میکنن یا دورویی میکنن آدمی که اینطوری به صلاح بد دهنی میکنه یا فوش میده به نظر من خیلی جا قایلی عادیه اینجوریه یعنی وضعیت اینجوریه تو نمیدونی دائما معدبانه با واقعیت برخورد کنی چون خود واقعیت هیچگاه تقریبا معدبانه نیست مهاجران اونا انصافا به من خدمت کردن یعنی اونا خواسته به من کار نشه برای آقا چون بعد فورا یه دی گفتم آقا اینم بگیر فلان اینو اونا گفتن نه آقا این کتاب چی بوده که تو خود حتی از تو یاد بود باشه خدا نه وایتی بودی اون جای زای من نجات ده اون جای من نجات ده دیگه شده بود بله وزیر ارشاد ولی اون موقع ایشون وزیر ارشاد نه خودش ایشون بوده اون خودش بوده حتیشون بودن دیگه آره آره دیگه بلدم اینا رو همه رو اونم باقا آقای آذری میشه گفت دیگه نه قلعه آذری اونا رو دیگه همه رو بلدم باش با هم تماس میگیرم اگه بتونم علی رضا رو بیارم خوب میشه دیگه آره اگه نه که خودم صبح جمعه میام ندارم بابا جان ندارم فدای تو خداحاف بچه ها میخواین تلفن رو قطع کنن؟ نه خب دوباره چجوری بگیم؟ ادامه بدیم؟ بچه این سوس رو دیگه خاموش میکنم آره من فکر کنم فقط حالا یه درس دیگه زیبایی گشنیزم آه گشنیز بعد این قلموی غذا آره این قلموی نه قلموی آشپز خونه این گشنیزم ببین برادر اینم برای اینکه رنگ گذشته از مزهش
یک تاش سبز بده به این سس قرمز. من سربازی که بودم زبانم خیلی خوب بود، ازم کلی استفاده میکردن مافوقا. نمیدونم آدم زیاد، من آدم چیز نیستم، تندخوی یا اصلا نیستم، یعنی رفتار اجتماعی ملایمه. بعدم به هر حال جوان بودیم و هیچ دلیلی نداشت که بی خودی چیز باشیم، یعنی رفتار بدی داشتیم. همه ازم راضی بودن و در کارنامه هایی که میدادن اون موقعی مثلا در چی میشه گفت، در برآورد قابلیت های سرباز یه چیزایی داره، همه چیزا خوب نوشته بود. بعد یه چیزی داره تو اون موقع بود، حتما هم الان باید باشه چون جزء چیزای اصلی نظام دیگه ارتشه، در مقابل قابلیت فرماندهی نوشته بود ندارد. خب دلیلش خیلی روشن علیرضا، من بخوام برگردم به کودکیم. من در حالی که همه بچه‌ها به دلایل مختلف، از جمله شاید به دلیل همون نظاره‌گری و کنار نشستن و زیاد داخل دعوا نشدن، در حالی که همه بهم احترام می‌گذاشتن و همه دوستم داشتن، طبعا چیز نبودم اصلا دنبال این که بچه‌های دیگه، در حالی که سنم اصلا چه یه گروه از بچه بزرگتر بود، اصلا دنبال این نبودم بچه‌ها رو دنبال خودم بکشم، کاری بهشون به عهده‌شون بذارم، نمی‌دونم چیز باشم، چه میشه گفت مثلا سرپرست تیم باشم اگه فوتبال بازی میکردیم. به اینم خیلی فکر کردم بعدن. اینم باز برمیگره به همون چیز، به همون روحیه که چون ذهنی، به طور ذهنی و به طور عاطفی تأمین بودن، هیچ نیازی به فرماندهی و به اصطلاح گردوندن بقیه نداشتم. این بعداً در من یه بازتاب بسیار خوشایند میمون و مبارکی پیدا کرده و اون اینه، و اون استقلاله. یعنی در این حال که اصلاً قابلیت فرماندهی و میلش رو طبعاً میل فرماندهی و امر کردن ندارم، مطلقاً هم تحمل فرمان بردن و امر شنیدن ندارم. سیاسی دیوار نوشته، برخلاف اون چیزی که جای دیگه مثلا گرافیتی تو نیویورک که جایی هست که یه اصلا توی عالم دیگه، یه تو برای ما دیوار همیشه یه بار سیاسی داره. یعنی رو دیوار یادگاری می نویسن، ملت نمیدونم دوستت دارم می نویسن، ولی همیشه اصل قضیه روی دیوار یه چیزی هست بالاخره که به یه جایی برمیخوره. اینه که دیوار، ما دیدمون از دیوار سیاسیه معمولا. بعد انقلاب هم نمیدونم، قبل از انقلاب هم بوده دیوار. من همیشه خود من از بچه، من یکی از به اصطلاح اولین نشانه هایی که خودم رو توی شهر حس کردم، یعنی فکر کن از خونه اومدم بیرون، خودم مثلا بگم 5 6 ساله بودم در دامان مادر و در خانه، در به اصطلاح در یه جای خونه ما خیلی گنده بود تو قزوین، تقریبا میشه گفت بیرون اومدم لازم نبود. اولین باری که من اومدم تو خیابون دور و بر، البته قبل از 28 مرداد بود، و شعارا، من میتونم بگم که البته خیلی به اینجا به این کارهای الان هم ربطی نداره، ولی توی ذهنیت خود من میتونم بگم ورود من به جامعه با خوندن شعارهای رو دیوار بوده. میتونم بگم که شابلون یه چیزی که مربوط به دوره انقلابه، وگرنه قبلش نه شعار بوده، تو شعارهای خیلی است. من فکر کنم قبل از انقلاب شعار خیلی بیشتر بوده رو دیوار. بنابراین من فکر کنم اگر تحولی بتونیم بگیم در دیوار نگاری سیاسی در ایران، اگر همچین رشته‌ای رو بخوام بگیم، من فکر کنم اون شابلوناست که با انقلاب اومده، قبلا نبود. ماران درختشون رو من ترجمه خودم داشتم میکردم، بعد شنیدم داره در میاد. یعنی وقتی فهمیدم آقای صابیه، یادم میاد که ترجمه خودم از رو میز برداشتم، میخوام صد تا آشغال. برای اینکه دیدم دیگه دلیل نداره من این کارو بکنم وقتی ایشون کردم.
بچه من نظر قیافه بیشتر شبیه من هن، ولی خصلتن و از نظر رفتار بیشتر به مادرشون شبیه هن. خب اینم سوالات بچه های من بیشتر ادبی هن، نه هنری نیستن. بچه های من چون چیزه به طبق یک سنت بسیار قدیمیه، هم خود ما هم مادرش، مادرشون، مادر بچه های من چیزه تقریبا میشه گفت دائم کتاب میخونه، شغلش هم میدونی مدیر مدرسه است، معلم بود و بعد مدیر است. اینه که بچه های ما تو خونه از بچگی، از واقعا از شیش ماهگی با کتاب، کتابای مخصوص بچه های حتی نوزاد بزرگ شدن، همشون کتابی هن. دو پستان ادبیات مدرن ما شیر خوردیم، یکیش ادبیات روسیه، یکیش ادبیات فرانسوی. ادبیات روسی فی نفسه پیچیده است، ادبیات فرانسه عمدن و با یک کمی اداب و اصول پیچیده است. قبرستان‌های قدیمی خیلی چیزای جالب پیدا میشه، خیلی نمیدونم مثلا فکر کنم نظر استتیک کلی، حالا خواهیم دید بعضی جاها یه مجسمه‌های خیلی زیبا، یا مثلا فکر کن یه اولین باری که اومدم اینجا خیلی منو تکون داد یه قبری بود، یه قبر فکر کنم آدم معروفی هم بود، این قبر ازش یک چنار، یه درخت خیلی عظیمی زده بود بیرون، تقریبا قبر رو به کلی داغون کرده بود، به نحوی که میشد بگی اون آدم، حالا یادم نیاد اون آدم کی بود، به نحوی که میشد بگی که این آدم هست که درخت شده با این عظمت از قبر زده بیرون، نمیخواد، قبول نداره که فقط یه ریز خاک باشه تو قبر، چون درخته واقعا از وسط سنگ و شکسته بود، از وسط قبر زده بیرون. من اول باخی هم، من میشه گفت تقریبا منحصرا باخ پرستم تا جایی که به موسیقی کلاسیک برمیگرد. در موسیقی به اصطلاح عام‌ترش هم موسیقی فولکلوری که خودمون خیلی دوست دارم، نه موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیکو، موسیقی دستگاهی و اینا، به خصوص با آواز میرسه زیاد دوست دارم، که یعنی اصلا دوست دارم خودمون، و موسیقی های عادی و پاپ همه جای دنیا، بیرو درباسی مثلا، خیلی خیلی از رپ خوشم میاد، خیلی، البته رپ اصیل ها، رپی که از رپی ها اومده، از محله های رپی اومده، تقلید رپ یا نمیدونم فلان چیدم، همین دیگه، مثلا باب مرلی و اینا، رگه و همه اینا رو دوست دارم. موسیقی های عام بینشون هم مرزبندی میکنم، یعنی برای بعضی ها عجیبه، ولی به نظر من هیچ ایرادی نداره که تو باخو گوش کنی بعد مثلا دو ساعت بعد مثلا یه سیما بینا هم گوش کنی، یا مثلا یه ترانه مثلا قوچانی عاشقای ترک گوش کنی، قوچانی گوش کنی، مثلا ترانه یا موسیقی های سنتی مثلا جاهای دور افتاده، از افریقایی بگیر برو تو هر جا، از موسیقی چی، از موسیقی خشک و رسمی و کراواتی اینجوری خیلی بدم میاد، و از موسیقی هایی که مدعی جدی بودن هم. مثل موسیقی ردیفی خودمون که متاسفانه اول به نظر من خیلی خوب بودن، یا موقعی که هنوزم که هنوز، موقعی که تک نوازی هست، موقعی که یه آدم هست با سازش و با موسیقیش، به نظر من هنوز خوبه، یه دفعه شاید یه نوع عقده گذشته ها باشه که تا زمان طولانی جدی نمیگرفتن این موسیقی رو، فهم میگردن مطربیه،
حالا که چنده هست این موسیقی رو جدی میگیرن، یه خود زیادی جدی شده. فوراً باید عرفونی بشه، فوراً باید عرفونی یا نه عرفانی، فوراً باید حتما مولوی بخونه. میدونی چیزه، یه نوع به نظران واکنش اعصاب قورت داده هست توی موسیقی امروز سنت، موسیقی کلاسیک ما. چون به نظر من موسیقی کلاسیک تعبیر خوبیه، خیلی ها سری موندن که اسمش چی بذارم. به نظر من موسیقی کلاسیک دیگه، حتی لغتش هم لغت ردیفی، هم موسیقی ردیفی هم کلاسیک دیگه. ردیف خوبیه. باید... بشخواه بشخواه بذاره؟ آره بشخواه بذار دیگه، یواشاش به این بخور. این زیر بود دیگه. آره جاش هم انتخاب کن، شاید خود زیاد شد. گوجه یکی بیشتر میزنم، اونم برای رنگش. شما هم بودی؟ آه آره 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 یه شب میم. قاشق و چنگال بذارم؟ هرچی دوست داری. یارو نه، قاشق و چنگال. خیلی از بازی‌هایی که ما با فرم می‌کنیم، این بازی‌ها در کودکی شاید مصداق داشته باشن، ولی در مسنی و در بزرگی، مسنی و پیری هم مصداق دارن. یعنی ور رفتن با فرم حتما دلیل این نمیشه که تو داری برمیگردی به کودکی خودت. شاید صرفاً ور رفتن با یک چیز خوشایندیه که البته نشانی از کودکی داره، ولی نه الزاماً. یعنی الزاماً به نظر من ور رفتن با دوران کودکی نیست. ما یه ناخودآگاهی داریم، این ناخودآگاه هر چقدر تو انکار بکنی بالاخره وجود داره. یک گروه از کسایی که کاری میسازن، یک گروه از آدمایی که خلاقیتی دارن، اینا خود ناخودآگاه رو عیناً به طور غیر مستقیم داره میگه آقا من دارم ناخودآگاهمو کشف میکنم، یا دارم از ناخودآگاهم حرف میزنم. به نوعی میشه گفت ناخودآگاهشون رو به طور علنی عرضه میکنن. خود ناخودآگاه عرضه کردنش تقریبا دیگه به نظر من یه کمی چیز آب ور می‌داره، چون ناخودآگاه بناست ناخودآگاه باشه. شاید یکی از خصلت‌های بارزم این باشه که من تقریبا منحصرا در زمان حال زندگی می‌کنم.
آقا من فکر کنم این شده. فکر کنم شده آقا. دیگه الان باید بخوریم بچه جون. آره. یادی از مهدی صحابی در فیلم زندگی در زمان حال ساختگی علی رضا میرسدالله. فیلم حسال لطیفی داره و برش‌هایی از زندگی و دیدگاه‌های مهدی صحابی رو در معرض دید مخاطب قرار میده و از کسانی بود که کمتر مقابل دوربین قرار میگرفت و فیلم گرچه خیلی ما رو در جریان زندگی این مترجم پرکار قرار نمیده اما همین هم غنیمتی هست. تصویرهای فیلم گرچه متنوعن ولی منسجم و یکدست نیستن. فیلم صدابرداری خوبی هم نداشته و خیلی به نظر نمیاد که کارگردانی برنامه ریزی شده ای داشته. با این حال با تدوین مناسب حس و حال فیلم خوب از کار در اومده و بیننده از این تکنیکاری خسته نمیشه. خب بعد از این همه حملات به فیلمون هم در حضور خود کارگردان ببینیم که نظر کارگردان چیه. آقا نهار با مهدی صحابی چطور بود؟ نهار رو جواب بدم یا حمله‌ای که کردیم به فیلم؟ هر کدومش رو دوست داشتیم. نهار خوب بود. آقای صحابی خیلی آشپز خوبی بود و آبگوشت بهتر از هر چیزی درست می‌کرد. اون پستا استثنا خیلی معمولی از آب در اومده بود. در مورد فیلم برداری یا صدا برداری خب میتونم دو جور جواب بدم. اگه بخواید میتونم بگم که تو کارگردانی مستند میزانسن و این جور چیزا خیلی مسائل مهمی میتونن نباشن، میتونن البته نباشن. ولی میتونم راستش هم بگم. راستش اینه که من دستم بسته بود و مقداری فیلم که گرفته بودم و فوتیجی که داشتم از آقای صحابی اون چیزی بود که دیده شد تو فیلم. واقعیت این بود که نداشتم به اندازه کافی امکاناتش رو برای ساخت یک فیلم کامل در مورد آقای صحابی. به نظر میاد که مدت زیادی رو با مهدی صحابی گذروندین از ایران تا فرانسه ولی با این حال تصویراتون کم بود. ببینین یه موقع از شما صبح که از خونه میایین بیرون برنامه ریزی کردین، قصه دارین، پلن دارین، نمیدونم استوری بورد دارین و میرین یک مستند بسازین. یک موقع از میرین دیدار دوستتون یه دوربینم با خودتون میبرین. واقعیت اینه که من تا اون مرحله‌ای که فیلم گرفتم هیچ وقت به قصد اینکه خب از این بیام استفاده‌ای بکنم و فیلمی بسازم نرفتم. داشتم میرفتم که ببینم چیکار میتونم بکنم با آقای صحابی. و حالا به فیلم به صورت یک فیلم مستند نگاه نمی‌کنم. این در واقع یک آلبوم تصویری از آقای صحابی هست و من هیچ ادعایی در زمینه اینکه فیلمی ساختم راجع به آقای صحابی ندارم. چیزی که بودنش بهتر از نبودنشه. و فیلم صمیمی هم از کار در اومده. به نظر میاد که خودت هم رابطه صمیمی رو با آقای صحابی داشتی همچون که در فیلم نمود داره. این رابطه از کجا شکل گرفت؟ رابطه از توی نمایشگاهی در واقع. من این نمایشگاهی داشتم که آقای صحابی اومد و عروسکای منو دید و عروسک انیمیشن می‌ساختم و خوشش اومد خیلی و گفتگو اونجا شروع شد و بعد بیشتر دیدمش و حقیقت اینه که من مجسمه‌های آقای صحابی رو دوست داشتم، اون عروسکای منو، من ترجمه‌های آقای صحابی رو دوست داشتم، اون کتابای منو، من اصلا خود آقای صحابی رو دوست داشتم خیلی زیاد به عنوان یه شخصیت و من نمی‌دونم اون چرا منو دوست داشت. خب فیلم تدوین خوبی هم داره و خوب از کار در اومده تدوینش. ایده بست لوکیشن ها، فضاهای فیلم در طول فیلم و بازگشت به اونها در زمان های مختلف بر چه اساسی اجرا شد تو فیلم؟ ببینید من اگه بخوام یه نکته ای رو فکر کنم تو فیلم خوب از آب در اومده بحث تدوینشه. به این دلیل که فکر کردم که آقای صحابی چه شکلی زندگی میکرد. آقای صحابی نقاشی میکرد، بعد خسته که میشد ترجمه میکرد، خسته که میشد یه پرنده میساخت و من فکر کردم فیلم رو به همون شکلی که آقای صحابی زندگی میکرد تدوین بکنم. تصویری که از مهدی صحابی تو این فیلم دیده میشه با اون تصویری که ما از مترجم مارسل پروست در دستمونه و اون کتاب قطور و حجیم و فلسفی در جستجوی زمان از دست رفته یکم متفاوت هست. اون تصویر به هم میریزه توی ذهن آدم. چقدر تونستی نزدیک بشی به خود واقعی مهدی صحابی؟ البته جواب این سوال ببخشید که این شکلیه ولی من فکر میکنم ایراد از ذهنهایی که اینجوری فکر میکنن و فکر میکنن کسی که مارسل پروست 4000 صفحه اون کتاب فلسفی رو ترجمه میکنه حتما باید آدم این باشه که احتمالاً کروات میزنه، کت میپوشه، صاف راه میره، نمیدونم مرتب و منظم صحبت میکنه. آقای صحابی دقیقاً همین آدمیه که شما در فیلم میبینین و عمیق‌ترین حرفا رو به ساده‌ترین شکل و توی جاهایی میزد که اصلاً توقعش رو نداشتین. تو چه جایگاهی قرار میگیره مهدی صحابی
به عنوان یک مترجم در ادبیات ایران با توجه اینکه خود هم ترجمه کردی و کتاب هم نوشتی؟ ببینید نسل ماها با کتاب‌هایی که آقای صوابی ترجمه کرد و خیلی کم بودن مترجمایی در این سطح در واقع بزرگ شدیم. آقای صوابی فقط یک نسل نیست، دو نسل، سه نسل شاید با کتاب‌های آقای صوابی بزرگ شدن و فقط همین کافیه که بگم در جستجوی زمان از دست رفته. کتابی که 80 سال 90 سال اونجا بود، هیچ کس جرأت ترجمه‌شو نمی‌کرد. خیلی‌ها می‌گفتن غیر قابل ترجمه است. ولی من با آقای صوابی صحبت می‌کردم و می‌گفتم سخت بود. می‌گفت نه، یک زبان زنده است، برش می‌گردونی به یک زبان زنده دیگه. یعنی هیچ چیزی به نظرش سخت نبود و می‌تونست همون شکل برای ما آسون می‌کرد خوندن هر کتابی رو به هر زبانی که بود. با وجود اینکه به خصوص در نماهایی که در تهران گرفتی، نماها بسته است و خیلی کلوزآپ است، ولی تنهایی غریبی دیده میشه برای مهدی صوابی توی فیلم. خیلی به نظر میاد تنهاست. اینجور بود؟ آقای صوابی 16 ساعت تو روز کار میکرد، یعنی واقعا کار میکرد و خیلی کم معاشرت میکرد. اهل رفت و آمد زیاد نبود با آدم ها و ترجیح میداد اون زمانی رو که قراره بشینه و صحبت بکنه و بره تو اجتماعات و بیاد و خودش رو به هر حال نشون بده، اون بخش رو تو خونش، گوشه خونش، تو کارگاهش یا پرنده بسازه یا ترجمه بکنه. آقای صوابی ذاتاً آدمی تنها میتونم بگم که بود، با اینکه خیلی صمیمی بود، با اینکه خیلی ها دوستش داشتن و اونم خیلی ها رو دوست داشت، ولی آره اینو میشد توش دید که آدم تنهاییه. ترجمه رمان در جستجوی زمان از دست رفته یه مارسل پروست در ایران خیلی شهرت پیدا کرد و اهمیت، این اهمیتش از کجا میاد؟ ببینید این کتاب جایگاه خیلی ویژه‌ای داره در ادبیات فرانسه و حتی اگر خیلی بخوایم این شکلی نگاه کنیم که شیفته مارسل پروست نباشیم، کتابی با این حجم، با اون همه دیدگاه‌های فلسفی، این کتاب مثل یه منشور چند وجهی، شما میتونید از هر طرف این کتاب رو که خواستیم بخونیم، با نگاه طنز بخونینش، با نگاه سیاسی بخونینش، با سیاسی به معنی اون زمان، با نگاه فلسفی بخونینش. این کتاب بسیار بسیار مهمیه در ادبیات فرانسه و ادبیات معاصر جهان و 80 سال این کتاب اونجا بود و هیچ کس دست بهش نزده بود. ما مترجمای زبان فرانسه خیلی خوبی داشتیم تو ایران پیش از آقای صوابی، ولی کسی جرأتش رو نداشت بره طرف این کتاب 4000 صفحه‌ای و آقای صوابی تنها کسی بود که این همت رو کرد و این کتاب رو ترجمه کرد. و حالا خیلی ها میان میگن که ما مثلا میتونستیم بهتر ترجمه کنیم. خب بکنین. خدای صوابی هم همیشه میگه من دوست دارم 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر دیگه هم این کتاب رو ترجمه کنن. در مقابل این به سلمان رشدی در فیلم خیلی نپرداختی با ترجمه اینکه مهدی صوابی دو تا از مهمترین کتاب‌های سلمان رشدی رو ترجمه کرد، به خصوص بچه‌های نیمه شب که برنده ترجمه سال در جمهوری اسلامی شد و خیلی کتاب مهمی هم هست در سطح ادبیات جهان و با توجه به اون جنجال‌هایی که به پا شد به هر حال خیلی شهرت بیشتری توی ایران پیدا کرد، ولی در فیلم بهش پرداخته نشد. ببینید سلمان رشدی رو به هیچ عنوان نمیشه با مارسل پروست مقایسه کرد یا با سلیم یا با خیلی از نویسنده‌هایی که آقای صوابی کتاب‌هاشون رو ترجمه می‌کرد. سلمان رشدی نویسنده‌ایه که کتاب بچه‌های نیمه شبش کتاب خوبی بود و بعد از اون هم دیگه تبدیل شد به یک چهره‌ای که اصطلاحا میگن سلبریتی و قضایایی که پیش اومد. آقای صوابی زنده بود زمانی که فیلم ساخته می‌شد و قرار نبود ایشون فوت کنن. ما قرار نبود ایشون رو توی دردسر بندازیم. به خاطر همین بحث از روز اول به این شکل با هم صحبت کردیم، راجع به سلمان رشدی صحبت نمی‌کنیم. همه می‌دونن چه اتفاقی برای سلمان رشدی افتاد، چه اتفاقی برای کتاب آیات شیطانی افتاد و ماجرای بچه‌های نیمه شب تنها چیزی بود و اشاره من فقط به اینه که بدونن مردم در ایران که وقتی اون کتاب بوکر پرایس برد توی انگلیس، همون سال آقای صوابی برش گردون به فارسی و چقدر آقای صوابی با ادبیات روز جهان، دقیقاً روز جهان هم در ارتباط بود و قضیه فقط این نبود که کتاب‌های قدیمی رو ترجمه کنه به فارسی. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما علیرضا میر اسدالله. خب شما فیلم رو چطور دیدین؟ برامون بنویسید از طریق ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk، از همین طریق و یا صفحه آپارات در شبکه اجتماعی فیسبوک ما و دیگر بیننده ها رو از نقد ها، نظرات و تحلیل های خودتون با خبر کنید.